یک محیط خشک و خشن. اینجا تنها سنگ و شن و ماسه وجود دارد. گویی بر روی سیاره دیگری هستیم. اینجا واقعا کره زمین و در پای کوه تیگه است. آتش فشانی در جزیره تنریف از مجموعه جزایر قناری. در کنار طبیعتی زیبا و وحشی با چشمانداز مریخ. ما این محیط را انتخاب کردیم چرا که شباهت زیادی به محیط مریخ دارد، یعنی با آنچه ما از طریق دوربین ها میبینیم شباهت دارد. همینطور از نظر مورفولوژی و ساختاری که در سطح زمین داریم و از نظر خاک با آن شبیه است. گرهارد پار هماهنگ کننده پروژه پرودیسکاف در آژانس فضایی اروپا است. این پروژه بر روی مشکلات تحرک مستقل در محیط‌های ناسازگار و تست دوربین‌ها و نرم‌افزارهای ربات‌هایی کار می‌کند که در مأموریت اکتشافاتی مریخ عمل خواهند کرد. یکی از مهمترین چالش‌هایی که در آینده خواهیم داشت این است که تنها داده‌های محدودی را به زمین برگردانیم، اما این داده‌ها باید محدود باشند. به این معنا که شما نمی‌توانید هزار تصویر بردارید، باید در یک روز چند صد تا عکس انتخاب کنید. و هدف ما این است که چالش حرکت و نقل و انتقال مستقل را با انتخاب خودکار تصاویر مهم ترکیب کنید. مریخ، سیاره سرخ، سیاره اسرارها. در ماه اوت 2012 میلادی، کاوشگر کیوریوسیتی از سوی ناسا به فضا ارسال شد. مأموریت این کاوشگر اکتشاف خاک بر سطح زمین مریخ است. قدیمی ترین نهاد علمی جهان، آکادمی دیوینچی در شهر روم واقع است. اینجا از منظومه شمسی و در نتیجه از مریخ هم صحبت می شود. نکته جدید در مورد مأموریت اکتشافی مریخی یا اکسوماریکس تحرک است. تحرک به صورت افقی و تحرک به صورت عمودی. مانند کیوریوسیتی ناسا، کاوشگر اکسومارکس هم روی سطح مریخ حرکت و عکس برداری خواهد کرد و نمونه هایی از خاک و گاز موجود در جو مریخ را به زمین ارسال خواهد کرد. اما مأموریت اصلی آن جای دیگری است. ما قادر خواهیم بود از زیر سطح زمین نمونه برداری کنیم. این امر مهمی برای درک آثار حیات در گذشته در مریخ است. مریخ نورد اروپایی پوسته مریخ را به عمق 2 متر حفر خواهد کرد. نه تنها برای مطالعه ترکیب آن، به ویژه برای پیدا کردن آثار حیات در گذشته یا حتی امروز. جستجو برای حیات بر روی مریخ در کره زمین هم انجام می شود. در آبهای قرمز رنگ جنوب اسپانیا، در معادن قدیمی ناحیه ریوتینتو. در ریو تینتو باکتری های وجود دارند که می توانند در شرایط بسیار سختی زندگی کنند. به همین دلیل نام آنها اکستریموفیلز است. این باکتری ها با شرایط بسیار سخت آبهای اسیدی مواجهند. یکی از نکات جالب در مورد باکتری ها این است که نه تنها در آبهای اسیدی زندگی می کنند، بلکه خود آنها هم اسید ایجاد می کنند. از انرژی آهن برای سوخت ساز خود استفاده می کنند و آب را به اسید سولفوری تبدیل می کنند. به این ترتیب می توانند در آب اسیدی زندگی کنند. شاید روی کره مریخ از همین نوع باکتری ها هم وجود داشته باشد، چرا که آنها منشأ زندگی هستند. در برخی از نواحی مریخ زیر سطح خاک آب یخزده وجود دارد. بنابراین شاید در مریخ نوعی زندگی اکستریموفیل هم وجود داشته باشد. برای درک مسئله حیات و انواع زندگی مریخ می تواند به ما کمک کند. برای درک ریشه زندگی امروز مشکل ما این است که تنها یک مثال داریم. در عمل داشتن فقط یک مثال کافی نیست، چون نمی توانیم مقایسه کنیم. اگر در جای دیگری حیات وجود داشت، آیا از الگوهای مشابه بر روی زمین نیز پیروی می‌کرد؟ مرکز زیستشناسی ستارگان آژانس فضایی اسپانیا در تورخوند آردوس در حومه مادرید یکی از مهمترین نقاط برای مطالعه شیمی کربن مربوط به حیات است. مرکز زیستشناسی ستارگان با هدف کشف ریشه‌های زندگی راه‌اندازی شد. مطمئناً نمی‌توانیم در همه رشته‌ها فعالیت جامعی داشته باشیم، اما می‌خواهیم در مورد مسائل مشترک در چند رشته بیشتر پژوهش کنیم. در مورد نکاتی که به تحقیقات بیشتری نیاز دارند، در اینجا اخترپدیدگانان و زمین‌شناسان برای شناخت منظومه شمسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و شیمیدانان پریبیوتیک یا پیشرفت زیستی سعی می‌کنند شیمی قبل از ظهور زندگی را درک کنند. Previa la aparición de la vida.
این مرکز واقعا منحصر به فرد است، چرا که تمامی رشته های علمی که در مورد ریشه های زندگی پژوهش می کنند در اینجا گرد هم آمدند. حدود 100 دانشمند از سراسر جهان در این مرکز فعالیت دارند و مهمترین آژانس های فضایی با آنها همکاری می کنند. ما همچنین بخش بسیار مهمی داریم، قسمت فنی و مهندسی. به نظر از زیست و ستاره شناسی دور است، اما در واقع بخش مهمی از فعالیت‌های ما آزمایشی و تجربی است. برای درک مسئله مربوط به حیات باید از ابزار و دستگاه‌های جدیدی استفاده کنیم. چرخ‌های فنی و تخصصی که در پژوهش‌های علمی و به ویژه پژوهش‌های مربوط به فضا دنبال می‌شوند برای یافتن ریشه‌های زندگی نقش بسیار مهمی را بازی می‌کنند. نباید فراموش کنیم که آژانس فضایی اسپانیا توانست کاوشگری به تیتان، بزرگترین قمر سیاره کیوان بفرستد و از آن نمونه برداری کند. اکنون می‌دانیم که در آن متان و اتان در شکل مایع وجود دارند. این بخشی از ماموریت کاسینی بود که به همراه ناسا و آژانس فضایی ایتالیا انجام شد. مدارگرد کاسینی هنوز اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد سیستم کیوان به ما می‌دهد. تیتان در فاصله 1.5 میلیارد کیلومتری زمین قرار گرفته. در سال 2005 میلادی کاسینی کاوشگر خود بیل گینز را روی آن نشاند و به این ترتیب دانشمندان جهان به اطلاعات زیادی در مورد بزرگترین ماه کیوان و ترکیب اتمسفر آن به دست آوردند. شباهت‌های زیادی بین کره زمین اولیه و تیتان وجود دارد. شیمی کربن پیشرفته‌ای در آن وجود دارد. تفاوت مهم عدم وجود آب مایع است. بنابراین دیدن آنچه بر روی تیتان اتفاق می افتد و درک این شیمی به ما کمک می کند تا آنچه 4 میلیارد سال پیش روی زمین رخ داده است را بهتر دریابیم. تیتان و هویگنز ما را به عقب باز می گردانند، اما تلاش پیدا کردن باکتری نیست، بلکه اجزایی از زندگی قبل از پیدایش حیات است. مراحل را دنبال می کنیم که در آخر به پیچیدگی مواد خط شد. هنوز از یک سیستم زنده خیلی دور هستیم، اما روندی را مطالعه می کنیم که به پیچیدگی مواد کربن رسید و در پایان به تولید مس انجامید. واکنش های شیمیایی که بر روی تیتان انجام می دهد در آزمایشگاه انجام می شود و مولکول های کربن پیچیده ای را ایجاد می کنند که خود آنها در آخر ذرات جامدی را به نام تولینز پدید می آورند. دانشمندان همه مواد پیچیده ای را که در آزمایشگاه و هنگام شبیه سازی یک محیط فضایی بیگانه تولید می کنند ارزش ویژه ای دارند، به این دلیل که در آب می توانند به سوی مواد پیچیده‌ای تکامل پیدا کنند. این آزمایش به نام پلاسما در آزمایشگاه دانشگاهی سیستم‌های اتمسفری در پاریس انجام شده است و ما را به زمان اولیه تکامل شیمیایی کره زمین برمی‌گرداند. اما این سوال واقعی است، آیا واقعا زندگی بر روی زمین بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی محض به وجود آمد؟ اجرام دیگری هم مورد توجه ما هستند. سنگ‌های آسمانی هنوز رازهای بسیاری را در خود پنهان کردند، از جمله ترکیب هسته آنها که ممکن است دانه‌هایی از حیات در آن گنجانده شده باشد. در سال 2004 میلادی آژانس فضایی اسپانیا با هدف گشودن این راز فضاپیمای روزتا را به سمت شهاب سنگی پرتاب کرد که از فاصله چند میلیون کیلومتری کره زمین می‌گذرد. روزتا در سال 2014 میلادی به آن خواهد رسید و فیلایه کاوشگر کوچک خود را به آن خواهد فرستاد تا هسته این ستاره دنباله‌دار را مطالعه کند. اجرام آسمانی دیگری هم اکتشاف خواهند شد، مانند انسرادوس، ماه بسیار زیبای کیوان، یا اروپا، ماه جوپیتر، چرا که هر دوی آنها دارای عنصر ضروری حیات یعنی آب هستند. در حقیقت به دنبال یافتن حیات نیستیم، به دنبال مناطق قابل سکونت هستیم، یعنی مکانهایی که همه موارد سازگار برای زیست را دارا و قابلیت زندگی را داشته باشند. به این دلیل است که امروزه پژوهش‌های ما تنها به منظومه شمسی محدود نیست و فراتر از آن هم می‌رود. باید به سیستم‌های دیگر خورشیدی، به قمرهای دیگر، به سیارات و ستارگان دیگر هم نگاه کنیم.
در سال 1995 میلادی اولین سیاره خارج از منظومه شمسی توسط یک تلسکوپ زمینی کشف شد. از آن زمان به بعد بیش از 700 سیاره فراخورشیدی شناسایی شدند. البته که می‌خواهیم یک سیاره مانند زمین که امکان زندگی در آن باشد پیدا کنیم. اینجا تلسکوپ را به سمت سیاره مورد نظر نشانه می‌گیریم و بر روی آن مطالعه می‌کنیم. اگر به نظر برای من جالب باشد، ممکن است چندین روز به مطالعه آن اختصاص دهیم و در پایان شاید بگوییم خب این سیاره نمونه خوبی است و ادامه کار را به تلسکوپ‌های بزرگتر منتقل می‌کنیم. چه نوعی از حیات را جستجو می‌کنیم؟ آیا از ابزار علمی لازم برخوردار هستیم؟ کاری که تلسکوپ‌های بزرگ انجام می‌دهند، اول تایید داده‌ها و مشاهدات ماهواره‌ها و تلسکوپ‌های کوچک است و دوم جلو رفتن در این زمینه و کشف نشانه‌هایی از حیات. پیدا کردن و درک منشأ زندگی چالشی برای انسان هاست. چالشی بسیار دشوار که اهمیت برخی حقایق دیگر را آشکار می‌کند. برای درک چگونگی ایجاد هستی و سرچشمه زندگی تلاش زیادی می‌کنی. اما در کنار آن، آنچه برای من خیلی مهم است این است که این کره زمین و این حیات را حفظ کنیم. نباید تنها در زمینه اکتشافات دیگر تلاش کنیم. باید از نابودی و از بین بردن آنچه این طبیعت تاکنون ساخته است هم جلوگیری کنیم. حیات، کهکشان راه شیری با صدها میلیارد ستاره و اسرارشان به ما که گرد و غبار ستاره‌ای بیش نیستیم، سرگیجه بی‌پایانی می‌دهد.